آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی خانم آقایان سلام، اینجا استودیو ویکست، برنامه مولان روش فصل پنجم و برنامه امشب درباره یک سریاله، درباره شاید بتونم بگم موفق ترین سریال شبکه خانگی در سالی که گذشت و میخواییم کمی رمزگشایی کنیم و کمی دربارش حرف بزنیم، درباره اینکه چه فاکتورهایی و چه دلایلی باعث شد که این سریال بین مخاطبها و منتقدها به یک اندازه دیده بشه و دربارش صحبت بشه. از کارگردان و بازیگر اصلی سریال خواستم که مهمان امروز مولان روش باشند، بهشون خوش آمد میگم و روی فرش قرمز مولان روش ازشون استقبال میکنم، خوش آمد میگم بهشون. سلام، احوال شما؟ حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. سلام. خوبی؟ خیلی سونیا پیچیده است. خیلی خوب میدونه چی میخواد. چرا خواننده آوردی؟ به نظر من یک کلیتیه که خیلی وجاهت علمی هم نداره این جمله. مصطفی یا عموسی. گفتم چطوره؟ هیچ کاری هم نمیشه باشه یا فالخان میگه چند با این که من توی هیچ گنگی جا نمیگیرم، یعنی خیلی فردیتم رو دوست دارم، ولی گنگ بعد اونا واسه اونا میزنن، اونو دوست نداره. هیچ کس اندازه من نمیتونه این بخش خوب الان تعریف کنه، به این دلیل که من خیلی در این مواجهه باش قرار میگرفتم. خانم برون این سونیا چقدر فلان. خودمون دست به تخریب مهمترین دستاوردی زدیم که هممون عمرمون رو روش گذاشتیم، سینما. ولی امیدوارم که روز به روز بهتر بشه، هم حال ما، هم حال شما، هم حال همه واقعا. مصطفی تقی‌زاده کارگردان حرفه‌ای و سارا بهرامی بازیگر نقش سونیا در سریال حرفه‌ای، خود حرفه‌ای احتمالاً. یا با اسم قبلی فیلم نامه بریم؟ من با اسم قبلی موافق تری روانی. خوبی؟ این اوضاع خوبه؟ بله خدا رو شکر. شما؟ خیلی حرفه‌ای به نظرم اتفاق مهم عرصه نمایشخانگی بود. حالا به گواه در واقع سایت خود ما که خیلی جدی سعی کرد که در واقع نقد و بررسی کنه اپیزود به اپیزود سریال ها رو، بالاترین امتیاز های ممکن رو از مخاطب ها گرفت و از منتقدین ما گرفت و هر چقدر هم جلوتر رفت اوضاع بهتر هم شد و در واقع به یک استیبلیتی رسید که خیلی توی سریال های ایرانی به خاطرش نمیاری، معمولا افت و خیز خیلی زیاده. درباره حالا شکل گیریش فکر میکنم اول توی صحبتی بکن که اصلا از کجا اومد و چی شد، بعد بریم سراغ نقش ها و اتفاقات. من دوست داشتم حالا چون خانم همه جا مقدم ترن، خانم نخواهش بفرمایید، ولی حالا باجزت سریال حرفه‌ای که اول اسمش اصلا حرفه‌ای نبود، تا دم ساخت اسمش یه چیز دیگه ای بود. من سال 91 یه طرحی نوشتم که تقریبا میتونم بهتون بگم 80% همین سریالی بود که ساخته شد. یه طرحی نوشتم و اون موقع خانه سینما تعطیل بود، گفتم بذار ثبتش هم بکنم، بردم اون موقع تو ارشاد، وزارت ارشاد ثبت می‌کردن آثار، بردم اونجا ثبت کردم و دیگه برای همیشه گذاشتمش کنار، یعنی هیچ وقت نه بهش فکر کردم، نه مخواستم بسازمش، نه هیچ اتفاق جدی. سینمایی بود؟ نه سریال بود، طرحی نوشتم. نه میگم طرح سینمایی بود. از اول هم سریال بود. طرح سریال بود. ما قرار بود فیلم سینمایی با آقای خانی بسازیم، یه پیش‌تولید زمینی هم شروع کردیم، حتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدیم،
به توافقاتی هم رسیدیم با آدم‌هایی که می‌خواستیم کار کنیم. یه روزی من باشون تماس گرفتم، گفتم که من می‌خوام ببینمتون، دفتر قرار گذاشتیم بعد از ظهر همون روز و گفتم الان نسازیم اینو. گفتم بسازیم که چی بشه، الان خیلی اگه تو ماشه خیلی هم اوضاع بد بود اون موقع، یعنی همش سالن‌ها تعطیل بود، حالا خدا رو شکر الان خیلی اوضاع بهتره. ما قرار بود سریالی بعد از سینمایی بسازیم، گفتم بیا اول سریال رو بسازیم بعد سینمایی رو بسازیم. ایشون هم استقبال کردن، من چند تا طرح برای من فرستادن، خوندم چند تا من برای ایشون فرستادم و اینا و مشترکاً به طرح سریال حرفه‌ای رسیدیم. پیشتولید شروع کردیم. قبل از اینکه پیشتولید شروع کنیم من 5 تا بازیگر اصلی که می‌خواستم رو انتخاب کرده بودم و خوشبختانه همشون رو اوکی کردم، یعنی داشتم، و قبل از اینکه اصلا پیشتولید رسمی به اون شکل مرسوم شروع بشه ما تمرین داشتیم، جلسات گپ و گفت داشتیم، خیلی جلسات تعداد بالایی تمرین کردیم، حالا نه با همه آدما ولی اون 5 نفر همیشه بودن، اون 5-6 نفری که انتخاب شده بودن و جزء بازیگرای اصلی سریال بودن. کیکشون هم اینجا کنار من نشسته خوشبختانه و خیلی زودم تونستیم خوشبختانه کلید بزنیم دیگه. این شد که ما رسیدیم به سریال حرفه‌ای، یعنی پروسه پیش از ساختش این بود. و سونیا از کی تو ذهن تو سارا بهرامی بود؟ سونیا چون نقش پیچیده‌ای بود تو ذهن من روی فیلمنامه و کلا تو جلساتی که صحبت می‌کردیم قبل از اینکه خانم بهرامی به ما اضافه بشه، واقعیت ماجرا رو تعریف می‌کنم. طبق عرف گزینه‌هایی داشتیم فکر می‌کردیم که کی برای سونیا خوبه، چون سونیا دیدید که تو سریال پخش میشه تا یه قسمتایی اصلا خیلی نقش تخت و خیلی شاید در مرحله اول که دیده میشه شاید بی‌تأثیره، که بعداً که عاقبت نقش مشخص میشه می‌فهمیم که نه، در همون قسمت‌های اولام چه کار عجیبی داشته می‌کرده و ما خیلی شاید حواسمون نبوده به عنوان مخاطب. داشتیم فکر می‌کردیم که کی می‌تونه این پیچیدگی رو داشته باشه، صورت دو وجهی باشه. داشتیم صحبت می‌کردیم اما هیچ کس به مرحله یعنی رسمیت پیدا نکرد. یک روزی توی یکی از همین جلساتمون خانم الوند ماهور یه پیشنهادی داد سارا رو، گفتش که سارا، گفتم نه بهش فکر کرده بودم، سارا جز گزینه‌هام بود ولی میدونم که سر کاره و این تایمی که ما می‌خوایم کار کنیم نمیرسه به ما و این نقشه که کامل باید در اختیار باشه. گفت مطمئنی و اینا، حالا بذار من یه زنگ بهش بزنم از اوضاع کاریش مطلع بشم و اینا. لطف کرد ماهور شبش با من تماس کرد، گفت نه سارا تایم کاریش یه جوریه که اتفاقا دقیقا به ما میرسه. گفتم خب چقدر خوب. من خودم باهاشون تماس گرفتم با خانم بهرامی و دیگه فیلمنامه رو خوندن. و اون موقع چند قسمت خوندید؟ 3 قسمت؟ 3 تا 4 تا خوندن و دیگه دیدیم خیلی با هم همفکر و همسویم و همراه شدیم تا به یه همکاری خوبم انجامید. زاویه دوربین همینجا عوض کنیم، اون 3 قسمت خوندی چی شد؟ مصطفی به هر حال برای من تو ذهنم کارگردان فیلم زرد بود، یعنی خب این خیلی نکته مهمیه. من 3 قسمت اولی که خوندم دوست داشتم و یک سوالی از مصطفی کردم، گفتم سونیا دقیقاً چی کار میکنه؟ خندید. گفتم ببین از روی این کاغذها مشخصه که این دختر قراره یه کاری بکنه. مصطفی به منم نمیگفت، یعنی دونه دونه قسمت مینوشت و میداد ما میخوندیمش. منتظر بودم ببینم چی کار میکنه. خب و کی رسیدی به این که سونیا چه اتفاقی براش میفته؟ آها، مسئله که وجود داشت اینه که روی کاغذ سریال حرفه‌ای 10 قسمته. یعنی بعدن فکر میکنم سر تدوین این سریال طولانی تر شد و ما شبیه فیلمنامه گرفتیم. به هر حال از قسمت 5 دیگه 5 و 6 وقتی مسلط داری فیلمنامه هم میخونی، وقتی فیلمنامه میخونی به نظر من کتاب خوندن تفاوتش با دیدن همینه دیگه، تو مطلق از تخیل خودت استفاده میکنی. کاملا دیگه مشخص بود که قراره یه اتفاقایی بیفته اما مصطفی واقعا به من نمیگفت، یعنی من هر هفته هر 10 روز یه بار منتظر این ماجرا بودم که برسه دستم و ببینم چه اتفاقی قرار بیفته. اما خب دیگه فکر کنم از قسمت توی اون فیلمنامه از قسمت 8 و 9 دیگه همه چیز مشخصه. خیلی حالم با 2-3 قسمت آخر، چون دیگه شبای با هم دیگه میشستیم نسخه قبل از سیزو میدیدیم، شبای دورخونی های گیم آف ترونز بود که میومد بیرون که اونا از سرنوشت کاراکتر رو باخبر میشدن و پشت صحنه های بامزه‌ای داشت. اینجا هم به نظرم دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی 15-16 دیگه 15-16 فعلی در واقع. ببین من یادمه که فکر میکنم 8 یا 9 قسمتش بود که ما دورخونی میکردیم و هممون منتظر قسمت 10 بودیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجوری بود، یعنی ما از یه جایی به بعد اصلا روتین این شکلی شده بودیم که
نگارش میشد، برای بازیگرایی که قطعی شده بودن فرستاده میشد، میخوندن، نظرا رو میشنیدن، با هم گپ جلسه میذاشتیم، هممون حرف میزدیم و اینا. قسمت 10 فیلمنامه سابق که الان سارا تعریف کرد پخش میشه 15 و 16 دقیقه. اوپنینگشون فلاش بک است. بله. از اونجایی که دیگه سونیا دیگه هویتش برملو میشه و دستگیر میشه. قسمت 10 رو خیلی خودم استرس داشتم، چون ببین خیلی حس میکنم که قصه تا اونجا خوب پیش رفته بود، گراه چفت بود. بعد اینکه تموم کردم، یعنی تموم شد نگارشش، برای بچه ها دقیقا یادم ساعت فکر کنم 1 بامداد بود فرستادم واقعا، و گفتم بخونی. یکی دوتا از بچه ها بیدار بودن خوندن، یکی دوتاشون هم فرداش خوندن و به هم نظراتشون رو گفتن و اینا. خیلی دوست داشتم بدونم که فیدبکشون چیه به قسمت آخر. خیلی ساختار نگارشی قسمت آخر رو دوست داشتن. حالا اون چیزی که مخاطب میبینه ساختار اجرایی هم درش دخیل شده، ولی بچه ها موقع رو کاغذ باش مواجه بودن و تصویر واضحی نداشتن که دقیقا قراره چجوری اجرا شه، تو چه فضایی، چی بشه. خیلی ساختار نگارشی رو دوست داشتم و اونجا خیلی مطمئن شدم. یادم دقیقا بعد از ظهر فردای روزی که تموم شد، یعنی همه خونده بودن، یک جای قرار گذاشتیم 6-7 نفرمون و با هم صحبت کردیم. من خیلی حس اول آدم ها برام مهمه در مواجهه با هر قضیه. به نظر اون حس بکرترین حسشونه و درستترین حسشونه، یعنی من اینجوری فکر میکنم. واقعا میخواستم تو صورتشون ببینم که مثلا واقعی دارن میگن یا نه دارن مثلا مراعات منو میکنن به عنوان دوستشون و نویسندهشون و کارگردانی که قراره چند وقت بعد باش کار کنن. دیدم نه واقعا خوشحالم از قسمت ده و همشون میگن چقدر خوب و هیجان انگیز تموم میشه. تو از اون تایم خاطره ای داری از اون روز به خصوص؟ من فقط یادم که یه سوالی از مصطفی کردم، گفتم این با این ذهن خطرناک چیکار میکنی؟ چون من وقتی میخوندم اینجوری بودم که چی شد که به این نتیجه رسیدی؟ راست میگه، اینو گفت. بذار جملهش کامل تر بگم. گفت ببین تو خیلی آدم خوبی هستی، حداقل در این مدت که شناختمت، ولی خیلی ذهن پیچیده ای داری. مگه میشه واقعا اینقدر خطرناک یه نفر فکر کنه؟ میدونی چون مثلا واقعا سونیا پیچیده است و اینکه یه خالقی داره دیگه، یعنی چیکار می‌کنی؟ گفتم بذار اون رو به حساب ساید نویسندگی صرفا تخیل. واقعا خودم آدم آروم و بدجنس نیستم. آره سونیا بدجنس نیست، سونیا پیچیده است. بریم یه تنفسی بگیریم، برگردیم سراغ سونیا، ببینیم سونیا چجوری شکل گرفت. بریم ملمرش پلاس رو ببینیم و برگردیم. آقا ما یه پلان این بودی داشتیم توی فید جریان حرفه‌ای یکی از بهترین اتفاقای زندگی هنری من بود. بعد از این همه سال کار تئاتر کردن و بازی کردن و نوشتن و جست گریخت سریال و فیلم کوتاه و اینا، بالاخره اون چیزی که دوست داشتم باش اتفاق افتاد و تو جای درستش. من نقش سینا رو خیلی دوست داشتم، یعنی از همون اولم موقع نگارش فیلمنامه با موسی خیلی گپ می‌زدیم و اینا. موسی میگفت که این نقش رو برای در نظر دارم و مطمئنا اگر قرار بود خودم هم از بین نقش‌ها انتخاب کنم، قطعا انتخابم همین سینا بود. علی رغم اینکه خیلی شخصیت سینا از خودم دور بود، از خود واقعی، یعنی تو پیش تولید یا مثلا هر کس که فیلمنامه رو می‌خوند نقش من رو می‌پرسید از موسی، اصلا حدسم نمی‌زد که من قرار بشه سینا رو بازی کنم، چون با خودم خیلی تفاوت داشت، کاراکتره این مدلی بود و اتفاقا چالش خیلی خوبی بود برای من اینکه یه همچین چیزی رو بخوام امتحان کنم که اینقدر از خودم فاصله داشته باشه و بتونم خوب درش بیارم، حالا اگر خوب شده باشه. اکثر کامنت ها و نظرات خدا رو شکر مثبت بود، بد نبود. قبل کار زمان پیش تولید مثلا خیلی استرس اینو داشت که تمرین کن، نمیدونم بهش برسی، نمیدونم فلان اینا، خیلی کلنجا رو هم میرفتی. من میگفتم اوکیه، من هی ریز ریز تمرین میکنم ولی دور از چشم مصطفی. ولی تو دورخونی ها بود زمان پیش تولید که هم خودش و هم همه بچه ها خود رو شد اون انرژی مثبت‌تر ازشون گرفتم و فهمیدم که تو مسیر درستی هم برای نقش. مصطفی یا موسی برای من سخته. اینجوریه که خیلی سختگیرتره به من نسبت به بقیه، یعنی اکثر دادا و نمیدونم فریاد و اینا همه برای من بود سر صحنه، علیرغم اینکه همه حالا بازیگر
همه چی ریلکس طبیعی، ولی یهویی به نقطه جوش میرسید. من اینا رو میدونستم دیگه، و یه سری جاها حالا ناخواسته یه سری جاها خواسته باعث میشدم این صده اتفاق بیفته، این نقطه جوشه برسه. خانم بهرامی و کلن همه بازیگرهای کار خیلی از روز اول از همون دورخونی ها خیلی انرژی خوبی داشتن، خیلی زیاد، و همراه بودن و کمک میکردن، ایده‌هایی اگه داشتن میگفت. خیلی همه بچه ها، سیروان، زانیار، مثلا من تو همون پیش تولید تو دورخونی که بودیم نمیدونست خانم بهرامی من رو مصاحبه داشتیم دورخونی میکردیم، خانم بهرامی به موسی ریز گفتش که سینا چقدر خوبه. بعد فردایش که اومدیم گفتش که آقا شما چرا من نگفتید شما دوتا داداشین و اینا، یعنی اصلا نمیدونست، ولی این انرژی رو از روز اول داشت و این لطفی که داشتن بهمون، و واقعا شخصیت درجه یک، یک آرتیست نمونه، مثل همه بچه ها واقعا خیلی خوب و درجه یک و همراه و دوست داشتنی بودن واقعا. یازن مارسی از بعد از حرفه‌ای خدا رو شکر اتفاقای خوب زیاد افتاد، یعنی پیشنهادایی بود که حالا نشد یا نرفتم، ولی در نهایت یه سریالی رو رفتم که هنوز هیچ خبری چون ازش بیرون نیومده، منم خیلی با جزئیات نمیگم. اونم یه کارگردان خوب و درجه یک و جوونی داره، پر انرژی، و فکر می‌کنم سریال خوبی بشه. قرار بود از خرداد پخش شروع بشه ولی افتاده عقب، ظاهرا میفته از مهر ماه. اونم خوبه، نقشه رو اونجا رو دوست داشتم و دوستش دارم همچنان چون هنوز سر زد، و احتمالا بخوام یه تئاتری، شاید حالا به زودی بخوام یه تئاتری رو دوباره کار کنم، شروع کنم کارگردانی و توی یکی از سالن‌ها بخوام اجرا بدیم. خب پس نباشید برای تو سفر. اوضاع خوبه اگه چیز نکنن، سیخونک نزنن که خرابش نکنن، فعلا خوبه، یعنی بدی نیست. حالا خوبه 100% مطلق نه، بدی نیست، ولی امیدوارم که روز به روز بهتر بشه، هم حال ما، هم حال شما، هم حال همه واقعا، و اتفاقای خوب بیفته بر هممون و اون چیزایی که دوست داریم و به صلاحمونه برامون اتفاق بیفته. برمیگردیم به استودیو ویکست، مولان روژ فصل پنجم با سارا بهرامی و مصطفی تقی‌زاده درباره سریال حرفه‌ای. یادمه که وسطای کار بود یه روزی بهت پیغام دادم که این خیلی به نظر کاراکتر عجیبی میاد و گفتی صبر کن. گفتم صبر کردن رو از سونیا یاد گرفت. آره دقیقاً جمله تایم بود. من بهت گفتم که قراره که یه کارایی بکنه، تو گفتی که صبر کردن از سونیا. با چه خصلت‌هایی سراغ سونیا رفتی و چیکار کردی براش؟ اول کاری که برای سونیا شبیه بقیه نقشایی که بازی میکنم انجام دادم، اما به ویژه سونیا اهمیت داشت چون کاراکتر منفی داره از منظر اجتماعی، اینه که بسیار محق بازیش کرد. یعنی مطلق معتقد بودم که سونیا حق داره و از دریچه سونیا به جهان نگاه کردم. به طب به نظرم همه ما زنها یه بخشی از ماجرای سونیا رو تو زندگیمون تجربه کردیم، از ایگنور شدن یا در نظر گرفته نشدن یا مسئله جنسیت، خب اینا که وجود داره، اما چالش جذابش این بود که من با یک زن بسیار هوشیار طرف بودم، خیلی خیلی هوشیار. به نظرم من همیشه میگم که هوشیار بودن از باهوش بودن هم مهمتره، چون باید خیلی حواست باشه که در جهان اطرافت داره چه اتفاقی میفته، و خب سونیا احتیاج داشت که اینو بدونه و دریافت بالایی داشت و پیچیده بود. بازی کردن این کاراکتر پیچیده خیلی برای من جذاب بود. مصطفی تو اصولا چقدر با بازیگر تعامل میکنی؟ چقدر باهاش پیش میری در ایده ها؟ ببین کنار هم نشستی میتونم ماچتون رو بگیرم اگر. آره ببین تعامل که قطعا وجود داره، یعنی اگه بخوام ادای این، یعنی جست آدمایی رو بگیرم که بگم نه صرفا حرف منه، اصلا این شکلی نیستم من واقعا. حداقل در انزه این دوتا تجربه حرفه‌ای کردم، یعنی سریال حرفه‌ای و فیلم سینمایی زن، که تجربه جدی تری بودن نسبت به فیلم کوتاه و نیمه بلند و فیلم دانشجویی و اینا. تعامل قطعا وجود داره، اصلا همون جلساتی که اوایل صحبت هم عرض کردم خدمتت، اون یعنی یک لوکیشنی برای تعامل کردن،
ولی لزومی نداره تو جلسه بذاری جمع کنی آدماتو به اون شکل. اما ببین من یه چیزی خیلی تکلیفم تو این قضیه با خودم روشنه همیشه. احساس میکنم اون چیزی که درسته رو نوشتم. خب و اون حد توانایی و سواد من احتمالاً در اون مقطع. من پیشنهاد خوبو حتما میقاپم. خب ولی موقعی میقاپم یا استفادهش میکنم به نفع کار که حتما به نفع کار باشه، یعنی واقعا به کار اضافه کنه، یعنی مطمئن شیم که این درست‌تره و این بهتره، اون موقع اصلا هیچ مقاومتی ندارم. اما در برابر چیزی که احساس کنم که درست‌تر نیست یا متقاعد نشم قطعا مقاومت میکنم. بعضی جاها هم یه ذره تلخ میشم، تلخ به معنی این که فریاد و اینا بخوام راه بندازم نیستا، یعنی بخوام شلوغ کاری کنم نیست، یه ذره شاید قاطعانه وای میسم میگم نه. سارا چی کار میکنه مصطفی؟ به نظرم خیلی داره سخت خودشو پرزنت میکنه. اصلا از این اینجوری نیست. اولا اینکه من اعتقادم به عنوان بازیگر اینه که وقتی پذیرش، یعنی میپذیری و از نظر حرفی قرارداد میبندی که با این آقا به عنوان کارگردان همراه بشی، باید بگی چشم. و مهمتر از همه این که من فکر میکنم به هر حال اون صاحب یک جهانبینی و اندیشه ایه و سلیقه شخصی من، یعنی حتی اگه فرض رو بر این بگیریم که من موفق شم ایده خودم رو به اون القا کنم، در نتیجه کارهای من شبیه هم میشه. برای هم من اجازه میدم که کارگردانم با جهانبینی خودش بجون. اما راجع به مصطفی، اتفاقا مصطفی آدم منعطفیه، چون لحظه‌ای که داره نگارش میکنه هم با بازیگراش گپ میزنه و اجازه میده که من هم جهانم رو وارد این نقش بکنم. خیلی لذت بخش کار کردم باش، بسیار لذت بخشه. یعنی برای من مطلق خاطره خوشه، حتی با اینکه یه جاهایی الان بیرون گفتم من این خاطره رو تعریف میکنم. مصطفی تقریبا 8-9 روز توی سکانس‌های آگاهی روزگار منو سیاه کرده بود. باورتون نمیشه. یعنی من همش سوال داشتم که چرا داری این رفتار رو با من میکنی؟ چون 5 ماه، مثلا 4 ماه و نیم کار کرده بودیم و روی یک منطق و روالی داشتیم کار میکنیم. یک دفعه تبدیل شد به یک دشخیمی که اینجوری بود با من و از یه ور نمیگذشت. یعنی و مونولوگای سونیا توی آگاهی خیلی طولانی بود و به هم مربوط، یعنی نباید جایی رو جا میذاشتم. کات میداد، یه سیسه اینجوری هم داره که ذره فکر میکنم، گفت اینو با عین این بگی و کانکشنمون هم قطع شده بود. یعنی من نمیفهمیدم بنا به چه دلیلی یک رابطه خیلی دوستانه که مدت ها با تمام سختی اومده تا اینجا با من حرف روی میزد. همش بودم که بذار این سکانس ها تموم شه فقط و تو از مقام کارگردان خارج بشی و دوباره دوست من باشی، من پوست تو رو میکنم. اینو راست میگه. چی بود دلیلش؟ چی بود دلیلش؟ این بود که میخواست توی چیز گارد میخواست قرارش بدی؟ نه، اولا که سکانس هایی که سارا اشاره میکنه، حالا گفت سکانس های آگاهی، من یه ذره دقیق ترش میکنم، سکانس های اتاق بازجویی آگاهی. بله، اشتباه. که مرتبط بود دقیقاً با دو قسمت آخر، یعنی 15 و 16. به نظرم نمیشد گذشت اصلا، چون ببین تو سریال تا اونجا آورده بودی خوب یا بعد یا هر چیزی. خب جای این بود که سونیا رو تو تا جایی که میتونی ابعاد متفاوتش رو برای مخاطبت نشون بدی، بشکافی و بگی ببین درون این آدم اینه که اینجوری شده و الان اینجا وایستاده. خب من یه تصمیم با خودم گرفتم، قطعا این متد من نیست صرفا، منم یاد گرفتم از پیشکسوتای خودم، از کارگردانی که مدل کار کردنش رو قبول دارم و پیشتر از من اینجوری کار کردم. گاهن تو بازیگری رو در یک موضعی قرار میدی که خودت دلت میخواد و صرفا اون موضع، موضع شخصی مصطفی تبریزی و سارا بهرامی نیست، موضع کارگردان و سونیاست و آگاهانه این کارو میکنی. عرض میکنم دوباره، من اینو یاد گرفتم، از یعنی سعی کردم که بفهمم برای چی اون کارگردان بازیگرش رو در اون موقعیت در اون لحظه قرار داده، بر اساس شنیده هامو، بر اساس چیزایی که خوندیم، بر اساس تجربیاتی که کردیم و فهمیدم که آها یه جاهایی جواب میده. من و سارا 4 ماه و نیم بی نهایت دوست بودیم با هم و صمیمی و خیلی همه چیز مثل همه بازیگرای دیگه، خیلی ما گروه خوبی داشتیم، کلا خیلی گروه خوبی داشتیم. ولی در اون 7-8 روز به خصوص که سارا مثال زد و صرفا هم سارا و آقای مصطفی آفیش بودن و یک حجم کار زیاد، سکانس زیاد،
شاید دیالوگ های یه جاهای زیاد و طولانی و فشار عجیبی رو سارا بود و یه جاهایی من به منشی صحنه‌مون میگفتم که واقعا به لحاظ انسانی الان برای سالا ناراحتم ولی مجبورم این رویه رو ادامه بدیم فعلا. و من میدیدم این داره اذیت میشه، یعنی داره و این اذیت شدنه بدون اینکه بخوام ادابیام خسرو جان واقعا بهش کمک کرد، یعنی الان این رو در خروجی کار که پخش شده خودش هم از آن داره و دیگران هم از آن دارن و من هم از آن دارم و هممون بهش رسیدیم که درست بود. بازم عرض میکنم این متد من نیست، منم یاد گرفتم. من چون از این ورش مثلا داشتم میدیدم سر 15-16 این حساسیت رو روی چیزم داشت، یعنی رو خروجی پست پروداکت هم همین شکلی بود، یعنی بله میدونم یک عصبانیتی مثلا یک روزی مثلا دیدمش گفتم مصطفی تدوین و موزیک و یه تصویر ذهنی داشت بله. از اتفاق در واقع اتاق بازجویی و پونزاش مثلا اتاق بازجویی دقیقاً من چند قسمت آخر چون میرفتم استودیو و هر هفته مصطفی رو میدیدم واقعا متوجه فشاری که روشه بودم خیلی کاملا به نظرم تو ذهنش ساخته بود و اصلا هر چیزی که اونو خراب میکرد رو سریعا باهاش چیز میکرد، مقابله میکرد. به تکلیف روشنی رسیده بودم تو خودم خسرو، همین دقیقاً اینو آره. دیده بودم میدونستم که 14 قسمت یک مدل اجرا میشه، دو قسمت به لحاظ ساختاری کلا تغییر میکنه، حتی اگر دقت کرده باشید به لحاظ میزانسن و دکوپاژ هم عوض میشه، کاملا عوض شده، مدور میشه، اصلا همه چیز عوض شده، یعنی حرکت دوربین جنسش تغییر کرده، میزانسن ها جنسش تغییر کرده، مدلش تغییر کرده و من اینو میخواستم تسری تو پست پروداکشن هم میخواستم تسری بدم در بخش موسیقی، در بخش صداگذاری، در بخش مونتاژ، حتی همه چیز خب و یک ذره بیرون میزد یا اونا هم گناهی نداشتن و مثلا 14 هفته با من کار کرده بودن و به یک اشری تو ذهنش رسیده بود آهنگساز ما که خب اینجاها اینجوری میزنن و اینجاها از این ساز استفاده میکنن، رسیدن به اون تسلط تو یک تایم کوتاه برای اون آهنگساز یا تدوینگر یا صداگذارم سخت بود، ولی من چون مدت‌ها بهش فکر کرده بودم شاید یه بخشش تقصیر من بود که زودتر بهشون منتقل نکرده بودم اینو، یعنی با دیتیل منتقل نکرده بودم ولی کلیت رو گفته بودم. آره یه ذره تو پست پروداکشنش هم دقیقاً همون اتفاقی افتاد که موقع فیلم برداری سکانس‌های اون دو قسمت اتفاق افتاد برای خودم به لحاظ روحی و روانی. یه چیزی در مورد مصطفی با توجه به این حرفی که میزنه بگم، به جرأت مصطفی از اون دست کارگردانهایی که خیلی خوب میدونه چی میخواد بگیره، خیلی تکلیف روشن، یعنی امکان نداره که یک روز بری سر صحنه و همه چیز در ذهنش چیده نشده باشه و در یک وضوحی میدونیم و تغییر هم نمیکنه ولی مسلط، یعنی میدونی که دقیقاً میخواد این پلانو به این دلیل، بعد سر این دیالوگ کات میداد و میگفت نمیخوام از اینجاشو این شکلی میخوام یا میدونم که سر میز تدوین قراره این اتفاق بیفته. این تسلطه خیلی حال بازیگر خوب میکنه. حالا من از منظر خودم دارم به ماجرا نگاه میکنم، فکر میکنم که فیلم بردار، صدا بردار و همه گروه هم توی این لذت شریک میشن که میدونن قرار دقیقاً امروز چه اتفاقی بیفته. سارا تو با سونیا به نظر خیلی زندگی کردی توی اون تایمه و خیلی در واقع باهاش ارتباط برقرار کردی، یکم دربارش به نظرم توی این پارت اینجاشه که حرف بزنی اگر که چیزی هست راجبش، راجب انتخابها، شکلش، مدل بازی خودت. من واقعا به مدت 5-6 ماه با سونیا زندگی کردم. یادم یه روزی با پیام آزادی آهنگساز حرف می‌زدم. پیام دوست منه. داشت اتود می‌زد هنوز. یه چیزی برای من فرستاد، گفت این برای من نزدیک به سونیاه. گفتم پیام خیلی مراقبت کن. گفت چرا؟ گفتم پاسداری کن از زنی که 5-6 ماه دارم باهاش زندگی می‌کنم. حالا مثلا فکر کنین چرا بگم 4 ماه دارم باهاش زندگی می‌کنم، چون یادمه که مثلا 1-2 ماه به پایان کار یک تعصبی دیگه روش پیدا کرده بودم و خب تایم آفیش هم بالا بود، یعنی تایم زندگی کردن هم با سونیا خیلی زیاد بود دیگه. گاهی یه اتفاق عجیب موازی در زندگی خودم افتاده بود که مصطفی هم خیلی در جریان بود، چون ما خیلی با هم گفتگو میکردیم. تمام مدت اینجوری بودم که اصلا دیگه خودم هم شبیه سونیا راه میرفتم، یعنی یک سکوت و صبری و پذیرفته بودم و داشتم تمرینش میکردم و واقعا اینو صادقانه بهت گفتم که سکوت و صبر سونیا در سارا هم تأثیر گذاشت، حتی در قسمت‌های سریال هم داشت اینو بهم کمک میکرد، یعنی خیلی وقتا به مصطفی میگفتم دلم میخواد بریم جلو، دلم میخواد سونیایی که من میشناسمش دیده بشه، ولی باید صبوری میکردم.
روزهای عجیبی بود بازیگری نقش سونیا برای من. یعنی یه چیزایی رو در زندگی خودم هم تغییر داد. خیلی بابتش خوشحالم و قطعا ممنونم از مصطفی به خاطر اینکه نقش رو به من سپرده و بارها راجع به ماهور حرف زدم. یعنی دلم میخواد اینجا هم بگم که یک تلفن ماهور که سارا سر کاری یا نه سونیا رو به من داده و من خیلی خیلی خوشحالم بابتش. مرسی. واقعا ممنونم از ماهور. ببین حالا که بس به این سمت من ببخشید که قبل از اینکه شما سوال کنید من جواب میدم. یه چیزی میگم یعنی من یه برگه برنده، یه خوش شانسی و یک برگه برنده عجیب غریب داشتم سر حرفه‌ای. اون این بود که همه آدما خیلی خوب بودن. به لحاظ تخصصی الان صرفا نگفتم، اما به لحاظ انسانیت کلا من با آدمای خوبی مواجه بودم. و این خوش شانسی برای کارگردان. به لحاظ شعور و معرفت هم که خیلی در تخصص شاید نقشی نداره، به لحاظ شعور و معرفت هم همشون آدم‌های تاپی بودن از نظر من. خب و واقعا بودن، نه از نظر من اصلا بودن. این روحیه خسرو، این دوستیه، این که همه همدیگر رو دوست داشتن و واقعا من وقتی می‌دیدم که بازیگر اصلی کارم با مثلا دستیار مثلا سوم چهارم صحنه چقدر صمیمیان با هم دارن شوخی میکنن، میگن به جاش البته، میگن میخندن با هم، میگن بریم اونجای مثلا باغ بشینیم غذا بخوریم. خیلی من حواسم به این چیزهای غیر از جلوی دوربین هست. من دوستان میبینم، یه جایی یاد میگیرم، یه جایی استفاده میکنم ازشون. این روحیه و این فضای خیلی تو کار ما بود خوشبختانه و خدا رو شکر. سارا در ادامه اون چیزی که گفتی سر در واقع محق بودن سونیا، چون میدونم اصلا بازیگری هستی که برای نقشه برنامه ریزی میکنی و یک پشتی داره در واقع نقشه که بازی میکنی، غیر از محق بودن چه قراری با خودت گذاشتی برای این دو وجهی که از سونیا داریم؟ یعنی به هر حال تو یک جایی نباید به سونیا شک کنیم و اون رویه ماجرا رو ببینیم و بعد به اون سونیا برسیم، با اون حجم کامپلکسی که پشتش هست. چی کار کردی واسش دیگه؟ خسرو یه چیزی در بازیگری بر من خیلی اهمیت داره. یادمه که اول بار هم سعید آقاخانی راجع به این موضوع به من پیشنهادای داد، خیلی خیلی قبل تر ماجرا. من اعتقاد بر اندازه بودن دارم. یعنی وقتی دست و پای اضافه نزنی و فقط اون لحظه رو به شکل درستش اجرا کنی، این انتقاد بر من وجود داره ها. مثلا در صحنه تئاتر هم این انتقاد بر من وجود داره که میگن سارا هیچ کاری نمیکنه. اما یه ذره چخوفوار بهش نگاه کنیم که اگر اسلحه روی میز هست حتما باید ازش استفاده بشه. خب وقتی قرار ازش استفاده نشه بهتره که این نباشه. یک اختلافی بین من و سونیا وجود داره، اونم این که سونیا از من زن آرامتریه در ظاهر. من خیلی شور و شعفم بالاست. اصلا جدیدن دوستانم میگن تو بیش فعالی، میگن بیش فعال برعکسم، چون هر چقدر میام جلوتر حتی این هیجانی که راجع به زندگی در من وجود داره هی داره تقویت میشه و هی نگرانم که تایم خیلی کمه و هی دارم تلاش کنم بیشتر ازش استفاده کنم. توی این از این منظر من سونیا با هم اختلاف داره. سونیا زن آرام تریه نسبت به من. بیرون آرام تری داره. دست و پا نمیزدم برای سونیا. شبیه سونیا رفتار میکردم. شلوغ کاری نداریم. میگم این چیزیه که به خودم هدیه داده و خیلی خیلی بابتش شکر میکنم. اینکه گاهی باید بشینی و فقط خوب نگاه کنی. سعی کردم قدمام با قدمای سونیا همراه بشه و دلایل و ریشه هاش برای من ریشه های مهمی بودن. جنس تحقیری که این طبقه میشه و این زن میشه چیز خیلی ناآشنایی در زندگی من نیست. یادمه که شاید جلسه دوم برای مصطفی یه چیز خیلی خصوصی از زندگی خودم تعریف کردم، شاید از 10-15 سال پیش، که من دختر کمهوشی نبودم و بیشتر از هوش به تلاش ایمان دارم تو زندگی. اما چقدر طول میکشه که آدم تو رو جدی بگیرن؟ و اصولا سارا دختر خوششانس تری بوده احتمالاً که به هر حال یه جایی جدی گرفته شده. اما من هم اینو تجربه کردم تو زندگیم. یعنی من سارا هم شاید نه به این شکل
پررنگ، ولی در زندگیم این جنس از نادیده گرفته شدن و تحقیر شدن از یک طبقه دیگه یا از یک آدمای دیگه یا کم تجربه نکردم، حتی در این حرفه و میشناختمش، خیلی خوب میشناختمش. میگم برعکس میشه، گاهی نقش روی زندگی تو تأثیر میذاره. و بعد یک خاطره دارم از آقای فرهادی که برای من در بازیگری نقطه مهمیه. ساراست، سارای واقعیه و سونیا، ما مجبوریم به هم نزدیک بشیم. یعنی قطعا اینجوری نیست که من بتونم تمام مسیر رو طی کنم و به یک سونیایی برسم که هیچ شناختی ازش ندارم، اما میتونم از خودم وام بگیرم. زندگی سونیا هم برام زندگی مشخصیه که از تخیلم میتونم توش ورود کنم. و مهمتر از همه مصطفی که خیلی خوب سونیا رو میشناسه، بالای 20 بار احتمالاً راجع به لحن من به من تذکر داده سر پلا که سار این نیست، این داره به سارا نزدیک میشه، این سونیا نیست. و خب خیلی کمک میکنه، یعنی یا ریتم سونیا در راه رفتن، خب ریتم سونیا هم با من متفاوته، من یه ذره میگم آدم تندتری هم تو زندگی. مصطفی خیلی مسلط بود و میشناختش. منم بازیگرم که میگم چشم. مرسی. یه بار داشت یه قوری به هم میزد، گفت اینجوری، گفتم چشم، دوباره گفت اینجوری، گفتم چشم، گفت اه هیچ کاری هم نمیشه باشه، یا فقط هم میگه چشم، گفتم این سیستم دفاعیمه، چشم. بریم پارت موسیقی رو بشنویم. روزای خوبمونو یادت میاد نه، دوستم داشتی بذار یادت بیارم، به سرت نمیزنه برگردی یه دلتی که پاره کارت میاد نه، من تو رد بارونو گرفتیم که لب دریا بشینی یه روزی با هم مونیم، نامردی تو هم چشماتو رو قلبم بستی و بد کردی و جوری رفتی که نمیتونم بگم بیا، نامردی تو هم چشماتو رو قلبم بستی و بد کردی و جوری رفتی که نمیتونم بگم بیا. کل شب و با خیالت لب پنجرم، تقاس قلبم و پس میده هنجرم، در و دیوار دلم بعد تو ترک خورد، بیا این شرایط رو یه جوری عوض کن، بیا که هیشکی حریف این درد نیست، ماه قشنگم پشت کدوم ابری نیستی و تنها و آخه بعد رفتنه، واسه دل دادن یه تیکه از دلم کمه، خودمونی تو هم چشمات رو قلبم بستی و بد کردی و جوری رفتی که نمیتونم بگم بیا، نامردی تو هم چشمات رو قلبم بستی و بد کردی و جوری رفتی که نمیتونم بگم. صندلی یه اپلیکیشن جدیده با کلی امکانات که تازه برای شما بیننده ی این برنامه 10% تخفیف هم در نظر گرفته. همین حالا صندلی تو رزرو کن. برمیگردیم به استودیو با سارا بهرامی و مصطفی تقی‌زاده در ادامه صحبت درباره سریال حرفه‌ای. یکی از چیزهایی که خیلی درباره سریال از اول در واقع موضع‌گیری های ایجاد کرد و بعد تا حد زیادی به نظرم مرتفع شد،
حضور سیروان خسروی بود. حالا من خودم هم یه گفتگوی مفصل باهاش کردم، به نظرم در حد زیادی از پس نقش بر اومده بود، با اینکه دغدغش تو همون گفتگو هم مشخص بود که بازیگری نیست و انقدر در واقع بازیگری براش، انقدر که نه با زانیار داشتم حرف می‌زدم میگفتش که گفتم تو نسبت سیروان خیلی بیشتر بازیگری می‌کنی، بازیگری اصلا جدیه و اینا، گفت هر کسی در مقیاس سیروان میتونه بازیگری براش جدی‌تر باشه خیلی فرق نمی‌کنه. حالا هر جفتتون در واقع تو که اصلا در واقع انتخاب کردی سیروان رو واسه این نقش و سارا که بازی مستقیم در واقع باهاش داشت و اصلا قصه باهاش بسته میشد، جفتتون در واقع سیروان هم صحبت کنیم. به نظرم سیروان بسیار آدم محترمی، اول اینو بگم، چون این مهمترین چیزیه که از هر همکاری در ذهن من میتونه نقش ببنده که من اصلا تا چه اندازه میتونم به اون آدم نزدیک بشم یا نمیتونم یا مناسباتش. سیروان بسیار آدم محترم، چیزی در سیروان وجود داره که نمیشه جدی نگرفتش، اونم حرفه اصلی اونه، یعنی نگاهش به موسیقی و تلاشی که در موسیقی میکنه و سوادی که در موسیقی داره. پس این آدم سیروان خسروی رو باید جدی گرفت، یعنی آدمی که وقتی وارد حوزه میشه براش شوخی نیست، براش پول نیست، براش فقط شهرت نیست و همه مناسباتش رو داره با هم. به شکل خیلی گاهی حتی وسواس در رفتار سیروان وجوده اما انجام میده. در مورد بازیگری، ببین من خیلی نمیخوام از منظر بازیگری در مورد سیروان حرف بزنم، چون اساسا نقشی که سیروان بازی میکرد نقش متفاوتیه. ما با یک ابرقهرمانی طرفیم که خیلی هم ساکته و خیلی قرار نیست با همه ی وجوه احساسی و درونی این آدم روبرو بشیم. شاید غیر از دو قسمت آخر که ما اجازه داریم به زندگی شخصی سیروان و به احساساتش و به نگاهش و روابطش یک نگاهی بندازیم، تازه خیلی هم باز اجازه ورود نداریم، یک شخصیت شاید دو بچی، شاید یک بچی، حالا نمیخوام بگم فقط یک بچه، اما یک کیلره، میدونین، که قراره یک کارایی بکنه. بازیگری نقش کار آسونی نیست، من به عنوان بازیگر اینو میگم. من میگم سونیای قصه حرفه‌ای خیلی بال و پر بیشتری داره، خیلی به عنوان بازیگر من خیلی اجازه مانور دارم، میتونم از وجوه مختلف احساسیم وارد بشم و هی چاشنی اضافه کنم به این نقش. نقش سیامک این اجازه رو نداشت. به نظر من سیروان به خوبی از عهده‌اش بر اومد. یک دلیل مشخص دیگه هم وجود داره. این نقش احتیاج به یک بازیگر بسیار خوش‌تیپ داره. باید خوش‌تیپ باشه. میدونین؟ باید ورزیده باشه. باید بلد باشه که یه چیزایی رو نمایش بده. ما باید جذب ظاهر این آدم هم بشیم. سیروان این بخش رو هم داره و مهمتر از همه من فکر میکنم در همه جای دنیا، حتی در صنعت هالیوود، حتی احتمالاً در اروپا، از خواننده ها به عنوان بازیگر استفاده میکنه، همونقدر که بازیگرها اجازه دارن به نظر من وارد عرصه خواندن بشن، که خب خیلی هم غریب نیست. حتی تو ایران خودمون هم داریم بازیگرهایی که خیلی خواننده های درجه یکیان. برعکسش هم میشه دیگه، و در مورد زانیار هم همینطور، حتی اون که اصلا دغدغه هاش هم فرق داره و بسیار بسیار خونگرمه. من همیشه به زانیار یه چیزی میگفتم، میگفتم احساس همخون بودن روی تو دارم، انگار که تو فامیل منی، میدونین، یعنی اینقدر آشناست، اینقدر رفیق خوبیه. من خیلی بابت کار کردم با جفتشون خوشحالم. مصطفی ببین، اول من یه چیزی بگم راجع به ایشون. به نظر من که سیروان یک آرتیسته، واقعا آرتیسته، یعنی تعریف آرتیست راجع به این آدم میگنجه کامل. راجع به اون بخش، این چیزی که الان سارا جان هم اشاره کرد که خوانندگی و بازیگری یا بالعکسش و اینها، خوانندگی وارد بازیگری یا بازیگری وارد خوانندگی. ببینید اگه اسم کسی که نقش سیامک رو سریال حرفه‌ای بازی کرد سیروان خسروی نبود، همین آدم بود، اسمش مثلا خسرو تقی‌زاده بود، تلفیق از من و تو، یا آدم نونیمی بود که هیچکی نمی‌شناخت و ذهنیت نداشت، همین آدم بود با همین فیزیک، با همین صورت، با همین سیروان نمی‌شناختش. آره ولی نمی‌شناختیمش.
من معتقدم که باید خودمون رو تو این مواجهه قرار بدیم که اون کارو داره درست انجام میده یا نمیده. من از اونجا به بعدش میتونم با صحبت کنم دیگه. یعنی کسی اینو بهم بگه به این دلیل خوب نیست یا به این دلیل خوب است، میتونم صحبت کنم. ولی به این دلیل که چرا خواننده آوردی، به نظر من یک کلیتیه که خیلی وجاهت علمی هم نداره این جمله به تنهایی. یعنی حتما باید پس و پیش داشته باشه، صحبت چه راجبش. ما ببینیم یه آدم یه کاری درست انجام میدهد یا نمیدهد. اصلا من یک بسکتبالیست آوردم، ولی باید ببینیم کارش درست انجام داده یا نه. این خیلی محل درستریه واسه نظر دادن و قضاوت کردن اینکه یک بازیگر خوب بوده یا بد. راجع به آرتیست بودنش هم که گفتم، ببینید یک چیزی برای سیروان برای من خیلی علاوه تا هم بیرون داشتم به بچه‌هاتون تعریف می‌کردم، خیلی برای من قابل احترام و قابل تحسین بود آقای خسروخان. اونم این بود که ببین من می‌دیدم تلاش و کنکاش و مطالعه و پیگیری و ممارست و همه چیزو در این آدم داشتم می‌دیدم، چون خیلی زودتر به ما اضافه شد و خیلی تمرین کرد. فارغ از اون جلسات ما باز هم خیلی جاهای دیگه تمرین کرد با یک آدمای دیگه که حالا در این جلسه لازم نیست من اسم ببرم. ببین یک خصلتی داره که خیلی قابل تحسینه برای من، اونم اینه که در هر یا در یک کاری ورود نمی‌کنه یا اگر در بخشی ورود بکنه انقدر راجبش ممارست داره، انقدر راجبش مطالعه داره میکنه، انقدر پیگیرشه، انقدر اینور اونورش رو میجوره تا به بهترین شکل در حد توانایی خودش اونو خروجی بده. خیلی بخش قابل احترامی از یک کسی که کار هنری میکنه اینو من توش میدیدم. ببینید در شغل خودش، در تخصص خودش، من هیچ وقت پیگیره یعنی طرفدارش نبودم که موسیقیاش خیلی گوش کنم، ولی قطعا هممون یک بار گذری حتی اگه ندونیم اسم خواننده‌ش چیه یک بار موسیقیاش شنیدیم، چون موسیقی موفقی زیاد داره. در شغل خودش آدم موفق و معتبریه و به نامیه. خب اما وقتی که وارد هیته دیگری شد، هیچ کس اندازه من نمیتونه این بخشو خوب الان تعریف کنه، به این دلیل که من خیلی در این مواجهه باهاش قرار میگرفتم. خیلی متواضعانه، من اینو اولین باره دارم میگم، چون اصلا مثلا اولین بار راجع به حرفه‌ای دارم رسمی صحبت می‌کنم، چون که جای دیگه صحبتی نداشت نکردم. خیلی متواضعانه با موضوع خودش رو مواجه می‌کرد و واقعا انگار که خودش اصلا یه بار اینو به من گفت، ببین من تو خوانندگی خیلی مدعیم و فلانم و بیسارم، ولی اینجا مثل یه هنرجوام، اون چیزی که تو میگی حتما چیز درست‌تریه و هر جایی که احساس کردی که مثلا یک چیزی میتونه بهتر بشه به من بگو، حتما دریغ نکن. این فضامون خیلی این شکلی بود و اینکه در سخت‌ترین شرایط من قرارش میدادم، به هر حال به واسطه شرایط نقشش موقعیت سختی قرار میگرفت. خب موتور سواری در سرما، کوهستان، فلان، نمیدونم، برو تو استخر، برو این کارو بکن، اونجا تو سوله برو آتیش بزن، میدونی، در موقعیت سختی قرار میگرفت. من هر چند بار تکرار لازم داشتم با جان و دل انجام میداد سخت‌ترین کارو، حتی یک جاهایی واقعا به لحاظ جانی براش خطرناک بود. من یه خاطره کوتاهی بهت بگم، ما در اتوبان صیاد شیرازی شمال به جنوب داشتیم فیلم برداری می‌کردیم و دیدی اونجا چه می‌دونم ماشین سنگین میاد، ماشین سبک میاد، همه با سرعت میرن میان. یک پلانی بود که قطعی وسطش نداشت، یعنی کاتی نداشت. ما باید از روی این موتور سوار میومدیم، از پشت ماشین میومد، از بغل ماشین میافتاد جلوی ماشین که دوربین همزمان باش پند می‌کرد و می‌رسیدیم به اون و این یه جا باید میومد تو سبقت این کارو می‌کرد. جای خطرناکی بود واقعا. من شاید بهت بگم 25 بار اونو گرفتیم تا اون چیزی که ما می‌خوایم، حرکت دوربین درست باشه، نمیدونم بازی درست باشه، موقعیت درست باشه، همه چیز درست در بیاد. و این بنده خدا همه چیزو خیلی بدون کوچکترین سوال یا انقلتی اجرا می‌کرد. برای من رفتارهای حرفه‌ایش خیلی قابل تحسین بود. اصلاً آدمی نیست که دغدغش بازیگری باشه، یعنی نمی‌خواد به عنوان یک شغل بهش نگاه کنه. می‌فهمم. خب ولی همین که اون یک باری که اومد و بی نهایت انرژی گذاشت خیلی قابل تقدیر و تحسینه و نقشش هم خوب اجرا کرد. اینو من به عنوان کارگردان کار میگم و فیدبک هایی که گرفتم خیلی نقشش رو درست اجرا کرد. اینجا برو بیرون کار کرده بسنم، اینجا برو بیرون کار کرده بسنم و میگم این صمیمیت دوستی به این توصیفه، چون سوی خونه شما میاد، کافی میاد، فعلا ارتباطش رو بیشتر خیلی نزدیک، پس خیلی آدم نزدیک و قابل اعتماده. ولی ببین این حرکت حتما اینو میذاری بعدش اینجوری میکنه دیگه. مشکل من اینه که من اینجوری بابا کنم دیگه، خیلی ریز حالا که کوتاه آقا شما اورجینال چطور؟ من
بعد هر زن بخواهی بزنی لطفا دست رو اینجوری بذار. خب قصه نباشید برای چرا کنم. این نکته که میگی خیلی نکته مهمیه، اون مخصوص بخش اولیه که ذهن رو خالی نمی کنیم از در واقع پیشینه. اینو امسال چند بار سر فیلم دیگه‌ای که سارا بازی کرده بود گفتم، سر خائن‌کشی به شدت در واقع، یعنی مثلا یه جایی مثلا 1:20 فیلم گذشته بود و فکر کردم به این که به طور مثلا واضح راجع به سام درخشانی، چون گیریم خیلی خوبی داره و بعد اصلا ظاهره تو رو از اون ماجرا پرت میکنه بیرون به نسبت اون در واقع تصویر پیشینه که داری. و یه لحظه فکر کردم اگر یک فیلم مثلا آلمانی بود و من نمیشناختم سام درخشانی رو، احتمالا فکر میکردم که این چه بازی مثلا استایل و فیزیک خوبی داره واسه این نقشه و چقدر مثلا میشه روش حساب کرد واسه این نقشه، در حالی که بیرونیش اینه که سام درخشانی این باند فلانی این اینا رو آوردن فلان کردن بیسار کردن درش همین شکلی دیگه. یا حتی خود مهران مدیری توی اون فیلم، من زوج سارا و مهران مدیری رو در اون فیلم خیلی دوست داشتم، خیلی بدبستونه درجه یک عجیب غریبی در مورد نظرم جز اون زوج موندگارای سینمای کیمیایی، زن و مرد خیلی جذابه. آره یه صحنه‌ای داری که داری تعریف می‌کنی دربارش که از تو محل که میومد میرفتم پشتش نگاه می‌کردم و تصویر مثلا یه جنتلمن، خیلی اون چیزا جنسش خوبه. ولی حتی راجع به مدیری دیگه میگن هی در واقع میبرن تو متر مدیری، میذارن تو قالب مدیری، در حالی که واقعا مدیریه خائن‌کشی به نظرم یک ابعادی داره بازی میکنه که میشد ازش تعریف کرد، میشد ازش تقدیر کرد، ولی عادت کردیم چون مدیری اوکی مدیری. پس کی اینو میگه؟ این خیلی سوال مهمیه. اتفاقی که در اوایل سریال حرفه‌ای افتاد اونقدر که از جانب همکارای ما و متخصصین حمله به قسمت اول یک سریال شد که هنوز هیچ چیزی توش مشخص آره. نیست اصلا مردم جامعه خیلی مردم نیست، مردم خیلی مردم باید بپذیرن آره. آقای مدیری فیلم خائن‌کشی به نظر من درجه یکن، همونقدر که من حداقل شخصا تجربه خودم میگم، همونقدر که پژمان جمشیدی الافزار من دوست دارم، میدونید به همون اندازه سیروان داره کار خودش رو درست انجام میده. من فکر میکنم ما بیشتر داریم یک ماجرای صنفی درون، یک کلکل درون گروهی و بپذیریم هم دیگر رو، ولی تعمیمش داریم میدیم به جمعی جای مردم داریم ارائهش میدیم. من یه اصلاح کوچیک بکنم، چیزی که سارا جان میگه درست دارین، البته اینو من به همه تعمیم نمیدم چون داشتیم، یعنی در همون قسمت های اول حتی که هنوز مخاطب گیج بود و فضای قصه آشنا نشده بود، حالا اسم نمیبرم شاید راضی نباشن، هم خود من هم خود سیروان که اصلا به اون گفته بودن اون به من گفت، یعنی اصلا به من نگفته بودن که به سیروان بگو، بسیار از مخصوصا در قشر بازیگری همکارای بسیار معتبر و اسم و رسم داره ما که برای هممون قابل احترامن در بازیگری، هم با من تماس گرفتن، هم به سیروان جداگانه پیام داده بودن و تماس گرفته بودن و بعد از اون حتی با هم دوستتر شدن و اینا، چون که من این تجربه آره داشتم. یعنی خیلی بدون مصطفی یه گیرم هم همینجاست ولی یه گیرم هم همینجاست، اتفاقا همین پیغام های شخصی و خصوصی دلگرم کننده پابلیک نمیشود، عمومی نمیشود، برای اینکه یک جو دیوونه خونه ای درست شده در این فضای مجازی و این تو کافیه که از یک همکار تعریف بکنی، حتی منتقدا هم از یه چیزی تعریف بکنن هم میگن پول گرفتید یا مثلا شما مثلا چیزی دارید ماجرایی دارید. اتفاقی که افتاده اینه که مثلا چه میدونم، من خودم امسال مثلا سر یک کاری رفتم حداقل از 4-5 نفر از طیف های مختلف پیغام گرفتم که داریم میبینیم که داری چی کار میکنی و دمت گرم و فلان، ببخشید که نمینویسیم دربارش ولی پابلیک، چون بنویسیم مثلا پارامون میکنن. خب اتفاق دقیقا اینه، اگر همین نمیدونم که کی داری حرف میزنی، ولی همین راجا خیلی آدم مهم و معتبر، نه همین آدم مهم و معتبر که داری میگی، اگر مثلا در پابلیک این رو اعلام میکرد شاید واقعا یک بخشی از این تنس و فشار و چیزی که داشت میومد برداشته میشد از سیروان هم. اصلا سیروان آدم قویه از نظر آره اونو که تو هم گفته گوش آره یعنی همون قسمت اولا میدیدیش با اینکه خیلی بهش حجم وارد کردن و اصلا منتظر بودن که قسمت اول پخش حتی اگر فوق‌العاده‌ام بازیگر باز همون حرفا رو می‌خواستن راجعش بزنن یه دو بخشی بعد ریاکشناشو میدیدی، چون من و خانم بهرامی میدیدیم همدیگر با اون، یعنی ریاکشناش پر از خنده و شوخی و یه جاهایی یه چیزایی خودش برام میفرستاد میگفت ببینید چقدر باهمزه است، یعنی تا مواجهش با ماجرا اینجوری بود. اما این چیزی که راجع به من اینو باید بگم حتی اگه تا این برنامه اجازه نده، این چیزی که گفتی
یک دیوونه خونه فضای مجازی. ببین خیلی واقعی بدون شعار داره اهمیت نیست، همه داره اهمیت نیستن، همه میتونن یک نظراتی داشته باشن. ببین من نمیتونم بپذیرم که به عنوان فقط یک انسان، نه کسی که فیلم سازه یا هر چیزی، نمیتونم بپذیرم کسی که اسم تو رو به جای خسرو بگه قاسم و در نقدش تا ته نقد یه بار میگه شاید حواسش نبوده، 15 بار اسم تو رو در اون نقد آورده و تا انتها اسم تو رو گفته قاسم، اون دیگه اصلا محلی از اعراب نداره، یعنی اصلا دیگه داره هیچ وجاهت و اعتباری نیست، به خاطر اینکه تو اصلا نمیدونی چی داری، اصلا اصلا درست ندیدی حتی که بخوای بنویس، فقط بهت گفتن که یه چیزی بنویس. اصلا اون اهمیت نداره. در نهایت اون چیزی که گفتی خیلی درسته. مردم ببین سریال ما، میدونی از کجا میتونم بفهمم که سریال ما انقدر دیده شد؟ من که حالا آدم معروفی نیستم، چون من پشت دوربینم، بازیگرا بیشتر، هر جایی واقعی، فرودگاه، نمیدونم، بیاید بریم شیراز، بریم سوپرمارکت، بریم اون یکی جا، بریم کافی شاپ، بریم رستوران، واقعا میومدن میگفتن که خانم برام این سونیا چقدر فلان، بگید آدم عادی اصلا من نمیدونستم، ولی دیده بود، معلوم بود سریالو دیده. میری فرودگاه، داریم میریم شیراز، از اون خدماتی تا اون کسی که تو کافی شاپ فرودگاه داره کار میکنه، تا اون کسی که بلیتو مهر میکنه، تا همه تا میدیدن مثلا به سیوا میگفتن آقا ما رو نکشی. خب این باحاله، این یعنی مردم دیدن. حالا تو برو هر چقدر دلت میخواد بگو تو نوعی، میگم تو منظورم نیست، بگو سیروان بد یا خوب یا اینجوری یا اونجوری یا فلان، مهم اون اقبال عمومی که باهاش مواجه شد. آره ولی بد اخلاقی به هر حال دردناکه، یعنی هر چقدر هم که بگیم صدر داریم و سینمون فراخه و اینا، تهش این بد اخلاقی اذیت کننده است دیگه، یعنی اینکه خودمون پشت خودمون وای نمیستیم. بله به نظرم دردناکه. من دوست دارم، من خیلی بی ربطه، ولی داشتم هفته پیش با یک تایید کننده در سینما حرف زدم، به ایشون گفتم حداقل چیزی که من از قبل طرحهای سینما یادمه واقعا یک خانواده بود، و چیزی که الان در سینما دارم تجربه میکنم یا به چشم میبینم، با اینکه من توی هیچ گنگی جا نمیگیرم، یعنی خیلی این فردیتم رو دوست دارم، ولی گنگ بعد اونا واسه اونا میزنن، اونو دوست نداره. خودمون دست به تخریب مهمترین دستاوردی زدیم که هممون عمرمون رو روش گذاشتیم، سینما، و خب این خیلی تلخه، یعنی دیگه انگار که این خانواده قرار نیست پشت هم دیگه وایسه. امیدوارم واقعا که من اشتباه کنم. دمتون گرم. دم شما گرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و این فرصت رو به ما دادید، چون اولین بار بود که ما راجع به حرفه‌ای آره خیلی خیلی لطف کردین. موقعیتش پیش اومده بود ولی حرف یعنی بنا به دلایلی این اولین آره. بار بود. نه هم تو در واقع لطف کردی که اصلا اومدی، هم سارا کان تو جشنواره میگفت بود خواستم که راجع به فیلم‌ها با حرف بزنیم، ولی فکر کردیم که اینجا سونیا در واقع جای شاید مناسب تری باشه، هر چند که واقعا فکر می‌کنم هم الفزار و هم خواهنکشی دو تا نقشی ان که حالا اگه به زمان اکرانش رسید و دوست داشتی بعد راجبش حرف بزنیم، چون نقشای سختی هم و جفتشون رو خیلی درجه یک بازی کردی و با انرژی عجیب و غریبی، با دو تا فاصله خیلی زیاد از هم دیگه. یک سنت مولانروجی داریم که یک پیشنهاد میگیریم از مهمانهامون برای مخاطبان، یک چیزی که این اواخر اگر حالشون رو خوب کرده، فیلم، کتاب، آلبوم موسیقی، هرچی، یا چیز بالینی که پیشنهاد میدید که بخونیم ببینیم بشنویم که یکم به حالا هم میشه به جهان ذهنی شما نزدیک شیم، همین که اصلا خودتون پیشنهاد میدید که آدم ها اینو اگه ندیده باشن، نخونده باشن یا نشنیده باشن حیفه. مصطفی تو بگو برای جواب بفهم. من حالا برخلاف کسایی که میگن معمولا مرسوم اینه که من این اواخر یه فیلم میدیدم که اینجوری خارجی، من اصلا معمولا مثلا اتفاقا من خواهم پیشنهاد فرهنگی داشتم فکر میکردم که گفتی، من خواهم یه فیلم میبگم که جشنواره فجر همین امسال دیدم و فیلم ایرانی هم هست و دوست دارم اینو پیشنهاد بدم ببینن. قبلش هم بگم صرفا نه اینکه این فیلم فوق‌العاده‌ای یا فیلم بدی، اصلا متر و معیارم این نیست خوب یا بد بودن، اینکه فیلم مهمیه و فیلم سختیه. من میخوام بگم که ایشالله حالا اکرانشه فیلم خائن‌کشی آقای کیمیایی رو حتما همه ببینن، به خاطر اینکه من وقتی این فیلم رو دیدم خسرو واقعا دوست داشتم که من، چون این شخص سعادت زمان دستیارم سعادت همکاری با کیمیایی نداشتم، واقعا دوست داشتم که برم ایشونو ببینم و در سن 81 سالگی یک فیلم سخت
و به معنای واقعی کلمه سینما وقتی میبینی، یعنی واقعا فیلم پرده که میگن این فیلمه. وقتی آدم میبینه، من خیلی فیلمی که واقعا میشه ایمان آورد به توانایی های فنی سینما ایران. واقعا اگر تا 81 سالگی من زنده بودم، اگر زنده بودم و اگر همچنان میتونستم فیلم بسازم، توانایی و بنیه اینو داشته باشم یه همچین فیلم سخت و عجیب و بزرگ، یعنی به معنای واقعی سینمایی بتونم بسازم، یعنی جونشو داشته باشم. واقعا خدا حفظشون کنه برای همه سینماهای کیمیایی. و میگم این به معنی این نیستش که حالا شاید یه سری فیلمو دوست نداشته باشن، یه سری خیلی دوستش داشته باشن، که من جز اون کسایی ام که فیلمو دوست داشتم. خب ولی پیشنهاد میکنم حتما این فیلمو ببینم. دم شما گرم. بله این پیشنهاد من. شما من اول دارم میخواد یه آرزو برای مصطفی بکنم که فرصت زیست در کنار مسعود کیمیایی داشته باشه. این قطعا جزو دلخوشی ها و افتخارات زندگی منه. رفاقت با آقای کیمیایی برای من اصلا یک جای به خصوصی داره. خسرو، من تقریبا از شاید چهار پنج ماه هم هست که این کتاب رو تموم کردم و علاقه دارم به کتاب خوندن، اما توی این چهار پنج ماه هم هنوز خیلی زیاد پیش میاد که ارجاع میدم به این کتاب در گفتگوها. مثلا میگن آب برید اون بخشش رو بخونید. یک کتاب خوندم به نام انسان خردمند که البته یک سجلیه که اولینش انسان خردمنده، یک آقای به نام حراری نوشته که تاریخ شناسن و فکر میکنم نشر نو چاپ کرده و الان قبل از برنامه چون به من گفتی که باید پیشنهادی داشته باشی یک سرچی کردم توی تاخچه هم هست، یعنی میشه که به شکل پی دی اف هم خونده بشه. بسیار کتاب تاثیرگذاری بود در زندگی من و اینکه نمیتونم بگم پاسخ مطلق به یک سوالایی میده، ولی یک چراغ راه دستت میده برای کشف یا شناختن یک چیزهایی در جهان. اسم کتاب اینه، انسان خردمند، فکر میکنم تاریخ مختصر جهان احتمالاً در پرانتز. من پیشنهاد میکنم که حداقل دوستانی که دستی در مطالعه دارن یا کمی پژوهش براشون جذابه اون کتاب رو بخونن. مرسی، دمتون گرم. مرسی از شما. قربون شما. ما هدایایی داریم براتون. خیلی ممنون. آره، میدونید که این برنامه ها در این شکل مخصوصا که دیگه الان ما یه ذره سعی کردیم که از شکل کوچیکترش درش بیاریم، هزینه های زیادی داره. اوضاع خرابتر هم شده با این مدلی که پلتفرم ها در واقع ریخت و پاش هایی که مدت کردن و خیلی سخته واقعا برنامه سازی. دو تا در واقع رستوران زنجیره ای حامی مالی این دوره مولانا روش هستن، این فصل مولانا روش هستن، رستوران های زنجیره ای ژاپنی سوشی خونه و هندی آکاش ایندیا. 15 میلیون تومان برای شما کارت اختصاص دادن برای خودتون و دوستانتون. رامان همی تهیه کننده عزیزمون و دوست من، ازش میخوام که این هدیه رو به همراه پکیج فرهنگی که تدارک دیده شده، شامل فیلم تئاتر، آلبوم موسیقی، کتاب صوتی، اینا رو مجموعش رو از رامان میخوام که بیاره و تقدیمتون کنه و امیدوارم که با دل خوش استفاده کنید. خیلی ممنون. در حال خوب. ممنون. راما جان من داخل باید. سلام. خیلی خوش اومدید. سلام راما جان. خسرو جان عزیزم. ممنون ازت. عزیزم. خیلی خدمت شما. خیلی ممنون که برنامه رو انتخاب کردید. مصطفی جان خدمت شما. عزیز من. ممنونم ازتون. خسته نباشید. ممنون شما. و باز به سنت باقی مولانا روش شما هر برنامه رو تقدیم میکنیم به یکی از بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران و پیشنهادش رو از مهمانمون میگیریم و امروز مهمان هامون. ما به توافق رسیدیم. اولی بگم من دلم میخواد در مورد نام و خاطره زن مهمی در سینما ایران حرف بزنم که نبودشون به نظر من اتفاق خوبی برای ما نیست. در مورد زن سازنده، همراه و باهوشی که متاسفانه در سال گذشته از دستشون دادیم و من بسیار بسیار برای نبودشون متاسفم و ناراحتم و امیدوارم که جایگزین خوبی براشون داشته باشیم. سرکار خانم فرشته طاهرپور. مرسی واقعا. یک
مرزی و طرفینی داشتم و یک همیشه میانه داری بین طیف های مختلف سینما که واقعا جاشون رو خالی میکنه، فارغ از اینکه در واقع فیلم ساز بودن و تهیه کننده بودن و نویسنده بودن. اون جایگاهی که ازش حرف میزنم رو یک روزگاری قبلترش، چند سال قبلترش، علی معلم داشت که من افتخار میزبانیش رو در شروع آرتاکس داشتم خوشبختانه، و اون روز افتتاحیه به من گفت چقدر جایی چنین چیزی میتونه خالی باشه و نگهش دار، همونقدر که خودش در واقع دنیای تصویر رو اونقدر محکم نگه داشت روزی که بود. و بعد خانم طاهرپور در واقع در این سالها همون کار رو داشتن میکردن، ولی متاسفانه در این روزگار خیلی بدعقل میکردش حرف زدیم، جاشون خیلی خیلی خالیه و اگر بودند باز خیلی جاها این چیزهایی که الان وجود دارم میتونست حل شد و یه ذره فضا آروم تر شد. جفتشون جای بهتری باشن الان انشالله. مرسی ازتون، مرسی. ممنونم از مصطفی تقی‌زاده و سارا بهرامی، عزیزان من، دوستان عزیزم، برای این برنامه مولن روژ. و این مولن روژ فصل پنجم رو در استودیو ویکست تقدیم میکنیم به خانم فرشته طاهرپور به خاطرشون و یادشون. ممنونم و شبتون بخیر. به هم گفتم که نمیدونم الان از کجا دارین شروع کنم. مثلا الان میرم دورین روشن. گفتگو فردا نداره. هم موسیقی. میره میشینه و کاتای بقیه. آغاز برنامه‌های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.